سلام، خوش اومدین به 235 شماره از روزنامه سرخابی. امشب دوشنبه 22 شهریور ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. حذف تلخ آبی ها از لیگ قهرمانان. تلسم ناکامی استقلال در آسیا 31 ساله شد. در چارچوب مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال استقلال با حساب 2-0 مغلوب تیم متمول و پرستاره الهلال شد و از صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها باز ماند. گل اول نماینده عربستان روی حرکت بافتیمبی گومیس و در دقیقه 39 به ثمر رسید، جایی که اشتباه محمد حسین مرادمند برای آبی پوشان بسیار گرون تموم شد. سالم الدوساری در دقیقه 56 هم گل دوم الهلال را وارد دروازه استقلال کرد. بعد از این دو گل، شاگردان فرهاد مجیدی حملات پرتعدادی را روی دروازه تیم سعودی تدارک دیدند، اما موفق به گلزنی نشدند. شب فاجعه بار مدافعان استقلال مقابل حریف سعودی. همونطور که گفتیم، روی گل نخست الهلال اشتباه محمد حسین مرادمند مدافع ملی پوش استقلال کاملا مشهود بود. مرادمند در بدترین زمان ممکن دچار لغزش شد تا گومیس که مهاجمی کاملا چارچوب شناسه با یک ضربه دقیق تور دروازه آبی پوشان تهرانی رو به لرزه در بیاره. از مرادمند که به اردوی تیم ملی هم دعوت شده، انتظار می‌رفت در این صحنه عملکرد بهتری داشته باشه و به نوعی تعادل خودش رو حفظ کنه، اما اون در حالتی عجیب روی زمین افتاد و در نهایت گومیس کار رو تموم کرد. در ادامه اشتباه وریا قفوری و عارف آقاسی در جایگیری و پاس طلایی مارگا هم باعث شد تا الدوساری به راحتی هرچه تمامتر اختلاف الهلال و استقلال رو به 2 افزایش بده. در این صحنه ناهماهنگی خط دفاعی استقلال کار دست آبی پوشان داد تا مهاجمان الهلال بدون مزاحمتی قابل توجه به خواسته خود دست پیدا کنند. حسینی و حسرت کلینشیت مقابل الهلال. سید حسین حسینی در سومین تقابلش مقابل الهلال باز هم در ثبت کلینشیت مقابل این تیم عربستانی ناکام بود. اولین بازی حسینی مقابل الهلال به فصل 2019 لیگ قهرمانان آسیا برمیگرده که استقلال در بازی رفت موفق شد با نتیجه 2-1 حریفش رو شکست بده. در اون مسابقه حسینی با بدشانسی کلینشیت را از دست داد و اشتباه میلاد زکیپور در دفع توپ گومیس را در موقعیت گلزنی قرار داد. در بازی برگشت هم که با برتری 1-0 الهلال به پایان رسید، جووینکو با یک شوت دقیق گوشه دروازه حسینی و استقلال را نشونه گرفت. در سومین تقابل هم گومیس قفل دروازه استقلال را گشود تا یک کلینشیت دیگه از چنگ حسینی خارج بشه. دوئل بزرگ در دوشنبه. پرسپولیس به دنبال شکست حریف مرموز. فردا شب و از چارچوب رقابت‌های مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال پرسپولیس ایران در شهر دوشنبه میهمان تیم فوتبال استقلال تاجیکستان خواهد بود. جدالی که سرخپوشان تهرانی به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا برای رسیدن به جمع 8 تیم برتر و پایانی این تورنمنت باید از سد حریفی مرموز عبور کنند. استقلال تاجیکستان پدیده این فصل از رقابت‌ها لقب گرفته و در مرحله گروهی در حضور الهلال عربستان به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. کار بزرگ این تیم در مرحله گروهی رقم خورد، جایی که نماینده تاجیکستان با نتیجه قاطع و پرگل 4-1 از سد الهلال گذشت. در سمت مقابل هم پرسپولیسی حضور داره که به دنبال 4 صعود به جمع 8 تیم برتر آسیا است. سرخپوشان در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا تاکنون 7 به مرحله حذفی صعود کرده و 3 تونستند جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی را به دست بیارند.
شاگردان یحیی گل محمدی که در سالهای اخیر همواره عملکرد خوبی در آسیا از خود به تصویر کشیدند، این بار هم امیدوارند به سلامت از این مرحله بگذرند و یک قدم دیگه به حضور در فینال رقابت‌ها نزدیک‌تر بشن. دردسر شیرین یحیی برای انتخاب ترکیب اصلی. یحیی گل محمدی در حالی فردا شب تیمش رو برای رویارویی با استقلال تاجیکستان به میدون میفرسته که برای دو پست سمت چپ پرسپولیس نزدیک به 10 گزینه رو در ترکیبش میبینه تا عملاً دوچار یک دردسر شیرین بشه. وحید امیری، سعید آقایی، علی نعمتی و حتی فرشاد فرجی 4 بازیکنی هستند که به عنوان گزینه‌های دفاع چپ میتونن به ایفای نقش بپردازند. مهدی ترابی، وحید امیری، احسان پهلوان، امید عالی‌شاه، رضا دهقانی و علی شجاعی هم میتونن در پست هافبک چپ به کار گرفته بشند. به عبارتی ساده‌تر، یحیی برای انتخاب دو پست 9 مهره مختلف در اختیار داره و باید دید اون در جدال فردا شب سرانجام به کدوم چهره ها میدون خواهد داد. جو ترسناک دوشنبه در انتظار سرخپوشان. استقلال تاجیکستان فردا شب در ورزشگاه مرکزی دوشنبه میزبان سرخپوشان پرسپولیس خواهد بود. ورزشگاهی که پیش از این و در مسابقات AFC کاپ هواداران پرشماری را در دل خود جا داده و کار را برای رقبا سخت کرده بود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در توصیف این ورزشگاه از واژه جوی ترسناک استفاده کرده و در ادامه نوشته پرسپولیس باید بهترین بازی خود را ارائه کنه تا آخرین قربانی استقلال لقب نگیره. قلب تبریزی ها در دوحه، مأموریت سخت تراکتور با دستای خالی. تیم فوتبال تراکتور یکی دیگه از نماینده های کشورمون در آسیا است که در شرایطی فوق‌العاده ویژه و خاص فردا شب باید به مساف النصر عربستان بره. سرخای تبریزی با تنها 16 بازیکن راهی قطر شدند تا شانس خود را برای صعود به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا به ورطه آزمون بذارند. البته تیتی ها امیدوار بودند کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواستشون مبنی بر اضافه کردن چند بازیکن به فهرست این تیم موافقت کنه، اما در نهایت AFC روی خواسته تراکتور خط قرمز کشید تا نماینده تبریزی ایران با دست خالی آماده جدال با شاگردان مانو منزس بشه. در سمت مقابل هم النصری حضور داره که به عنوان میزبان بازی‌های گروه دی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با کسب 11 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافته و یکی از مدعیان قهرمانی به حساب میاد. تست کرونای تراکتوری‌ها منفی اعلام شد. تست کرونای تمام اعضای تیم فوتبال تراکتور در دوحه قطر منفی اعلام شد. اعضای تیم فوتبال تراکتور روز گذشته پس از رسیدن به قطر تست کرونا دادند که امروز پاسخ تست تمامی نفرات منفی اعلام شد. بعد از منفی شدن این تست، مشکل تراکتوری ها بابت خروج از قرنطینه و برگزاری تمرین پیش از بازی با النصر مرتفع شد. تغییر محل دیدار تراکتور و النصر. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای از تغییر محل دیدار دو تیم تراکتور ایران و النصر عربستان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. بر همین اساس دو تیم فردا شب و از ساعت 20:30 به وقت تهران به جای ورزشگاه جاسم بن حمد در استادیوم بین المللی خلیفه شهر دوحه مقابل هم سفارایی خواهند کرد. این اقدام در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی AFC جهت مقابله با کرونا و برگزاری مسابقات در شرایط ایمن اتخاذ شده. مظاهری در آستانه انتقال 10 میلیاردی به هوادار. طبق آخرین اخبار، دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال مذاکراتی با باشگاه هوادار داشته.
چند روز پیش بود که رشید مظاهری، سنگربان فصل گذشته باشگاه استقلال، بعد از عدم دریافت مطالباتش با کاروان آبی پوشان تهرانی راهی امارات نشد و قراردادش رو به صورت یک طرفه فسخ کرد. مظاهری در مقطعی از باشگاه سپاهان هم پیشنهاد قابل توجهی داشت، اما به گفته محرم نویدکیا توافق در نهایت حاصل نشد. حالا گفته میشه که مظاهری به باشگاه هوادار که هدایت اون در دستان غلامرضا عنایتی قرار داره بسیار نزدیک شده. جالب این که مبلغ پیشنهادی هوادار به مظاهری هم 10 میلیارد تومان برای یک فصل. 3 مربی خارجی تیم ملی امید مشخص شدند. مهدی مهدوی کیا سرمربی جدید تیم ملی امید که اکنون در کشور آلمان حضور داره، قراره تا پنج شنبه برای برگزاری اولین مرحله از اردوی تیم ملی امید همراه با دو دستیاری که به فدراسیون فوتبال معرفی کرده به کشور برگرده. جان لامرز، مربی 57 ساله هلندی که سابقه مربیگری در تیم‌های آیندهوون هلند و ویتس آرنهم را در کارنامه می‌بینه و از سال 2017 تا 2019 هم در تیم ایسبرگ دانمارک فعالیت کرده، یکی از دستیاران مهدوی کیا در تیم ملی امید خواهد بود. اون به عنوان مربی تمرین دهنده روی نیمکت تیم ملی می‌شینه. ضمن اینکه یک مربی بدنساز 45 ساله آلمانی به نام تیمور روزنبرگ هم با نظر مهدوی کیا در تیم امید مشغول به کار خواهد شد. اون سابقه حضور در باشگاه هانوفر و تیم زیر 16 ساله های آلمان رو در کارنامه داره. در کنار این دو مربی قراره یک مربی دروازه‌بانان آلمانی هم در تیم امید به جمع کادر فنی اضافه بشه.